در آخرین هفته قبل از عید نوروز خانم ویدا حاجبی، یکی از معروفترین زنان چپ اسیانگر ایرانی، در پاریس درگذشت. خانم ویدا حاجبی که احتمالاً یکی از معروفترین زنان چپ زن ایران به شمار میره، در واقع هیچ دلیلی برای چپ بودن نداشت. وی به یکی از خانواده‌های نوبل آذربایجان تعلق داشت و تا اونجا که من میدانم نسبش به یکی از پادشاهان قاجار هم میرسه. گرچه در ایران یک سنت نانوشته وجود داره که حرکت‌های چپ رو معمولاً کسانی از خانواده‌های مرفه اداره کردن و پیش بردن که نمونش مثلا ایرج اسکندری یا سلیمان میرزا و نظایر این هاست، از این بابت شباهت کمرنگی هم به گروه اسیانگر و انقلابی روسیه شوروی روسیه دارن که اونجا هم گروهی از نجبا اولین منادیان حرکت چپ در اون کشور بودن که ویشینسکی که تقریبا نقشی شبیه خلخالی در انقلاب اکتبر روسیه داشت به یکی از خانواده های نجبای روسیه تعلق داشت. خانم ویدا حاجبی که برای تعلیم دیدن و آموزش حرکات تروریستی، البته داخل گیومه نه واقعا تروریستی، حتی به کوبا رفته بود و در اونجا آموزش دیده بود، در موقعی که دیپلم خودش رو گرفت در ایران به پاریس اومد و در دانشکده معماری پاریس وابسته به بوزار اسم نویسی کرد و مشغول تحصیل شد و یکی از مهمترین اتفاقات زندگیش رخ داد، یعنی با شهبانی پیشین ایران همکلاس بود و همکلاسی با اونها به خصوص در اون دوره که تعداد دانشجویان ایرانی در پاریس خیلی زیاد نبود به یک دوستی بسیار بسیار صمیمانه انجامید که میشه گفت برای هیچ کدوم از دو طرف دوستی خیلی خوششانسی نیاورد. آقای خانم ویدا حاجبی برای تعلیم دیدن، همونطور که گفتم تعلیمات انقلابی دیدن، به کوبا رفت و در اونجا یکی دیگر از حوادث مهم زندگیش رخ داد و با شوهرش که یک کمونیست ونزوئلایی بود آشنا شد و با هم ازدواج کردند، ازدواجی که خیلی هم خوش عاقبت نبود. فرزندی هم پیدا کردن از این ازدواج به نام رامین که متاسفانه 2 سال قبل از خود خانم حاجبی درگذشت، که یکی از بزرگترین حوادث تلخ زندگی خانم ویدا حاجبی به شمار میره و نشون میده که چقدر ممکنه آدم در زندگیش بدشانسی بیاره. ایشون بعد از اینکه به قول معروف آموزش‌های لازم رو دید، با اتکا به اینکه به خانواده محترمی در آذربایجان تعلق داشت و مهمتر از اون دوست شهبانوی ایران بود، بدون هیچ وحشتی به ایران آمد. متاسفانه در ایران شروع به اقداماتی کرد و اقدامات به حدی فاش بود که همه از اون خبردار شدن و حتی شهبانو هم نتوانست جلوی دستگیری او رو بگیره
و ایشون در سال 1351 به زندان افتادن و تا سال 1357 یعنی سال انقلاب در ایران در زندان بود و در اون سال آزاد شد. در آغاز انقلاب خانم ویدا حاجبی جز به کسانی بود که روی انقلابیون نفوذ داشت و من اولین بار هم در زندان اسم این خانم رو شنیدم. در اونجا ما یکی از دوستانمون، دوست نزدیکیمون که آدم مهمی هم بود و طبیعتاً نمیخوام اسمش رو ببرم، با ما هم زندانی بود و با نفوذ و قدرت و پادرمیانی خانم ویدا حاجبی از زندان آزاد شد. من دقیقا نمیدونم که آیا خانم حاجبی با پروفسور حاجبی که در ایران بود و به دربار ایران هم نزدیک بود نسبتی داشت یا نداشت، ولی به هر حال نشون دهنده این است که اگر که فامیلی نزدیکی هم با ایشون نداشت، جزو کسانی بود که جزو خانواده حاجبی به شمار میرفت. قبل از انقلاب نفوذ فراوانی داشتن و الان من دقیقا نمیدونم آقای پروفسور حاجبی در کجا هست، ولی در روزهای اولیه انقلاب که من هنوز خودم هم زندان نرفته بودم، من ایشون رو میدیدم که در ایران هستن و امیدوارم که هر جا که هستن سالم باشن و زندگیشون به خوبی و خوشی بگذره. نسبت به دوستی که بین خانم حاجبی و شهبانو بود، نمادهای خیلی جالب عاطفی داشت. البته اونطور که خودش میگوین و معروف هست و کسانی که ایشون را از نزدیک میشناسن این رو تعریف میکنند، بعد از اینکه انقلاب صورت گرفت و خانم ویدا حاجبی از زندان آزاد شد و به گروه چپی که اون موقع خیلی معروف بود، فدایان خلق، به اونها نزدیک شد، بیش از یک سال نتونست اونها رو تحمل بکنه و ظاهراً از تندروی ها و خشونت هایی که نشان می دادن ناراحت شد و از اونها جدا شد و چند سباهی هم در ایران مون و بعد دوباره برگشت به فرانسه و در فرانسه زندگی میکرد و به قول یکی از کسانی که منتسب بود به اداره پناهندگی در فرانسه، جز به نوادر پناهندگانی بود که در محله 16 پاریس زندگی میکرد. عاطفه دوستی باعث شد که وقتی که شهبانو فرزند پسر دومش شاهزاده علی رضا را از دست داد، خانم حاجبی گذشته را به کلی فراموش کرد و نامه تسلیتی برای شهبانو فرستاد که عنوانش گذاشته بود فرح عزیزم، که نشون دهنده این استش که دوستی اینها بسیار عمیق و بسیار بسیار قدرتمند بوده است که حتی بعد از این همه سال خانم ویدا حاجبی میتونست به خودش اجازه بدهد که شهبانو ایران رو فرح عزیزم صدا کنه. لحن من متن این تسلیت نامه رو که برای شهبانو فرستاده است دیدم، خیلی صمیمی و خیلی دوستانه است. و آدم وقتی که اینجور چیزا رو میخونه، به خصوص وقتی که توجه میکنه به زندگی پر درد سر خانم ویدا حاجبی، از خودش میپرسه واقعا این حرکت های تند عصیانگرانه چپ ها واقعا به چه دردی میخوره. من در این که در حرکت های آدم های چپ انقلابی به جز البته یک عده خاص صداقت وجود داره تردید ندارم، اینا واقعا به خاطر بعضی خواستهای طبیعی انسانی به این حرکت ها میپیوندند، ولی به نظر من یک نوع حرکت برخلاف جریان آبه
و معمولا به جایی نمیرسه. اونهایی که در نیمه راه از این حرکت‌های تند چپ میگسلن، جدا میشن و به راه دیگه میرن، البته اون خصوصیات خاص عدالت خواهیشون از دست نمیدن، ولی به راه‌های جدیدی کشیده میشن که خیلی بیشتر مفید واقع میشن برای مردم. اگر خانم حاجبی با این تندی و تیزی به انقلابیون نمیپسند، نمیپیوست و افکار عدالت خواهانه خودش رو نگه میداشت، در حرکتی در داخل ایران با استفاده از نفوذ خودش از طریق خانوادهش و نفوذ خودش از طریق شهبانو، بدون تردید میتونست خیلی بیشتر به حال کسانی که در ایران به کمک های انسان دوستی این قبیل آدم های خوب نیازمند هستند کمک بکنه. متاسفانه تاریخ نشون داده است که این تجربه ها به درد هیچ نسلی نمیخوره و تمام نسل ها این اشتباهات رو میکنند. همه ما هم این کار رو کردیم، مگر اینکه دامنه تجربه انسانی به جایی برسد که بر تمایلات تند و شورانگیز جوانیش غلبه پیدا کند.